این برای منه. تو کجایی؟ من دو ساعته دارم شمارتو میگیرم جواب نمیدی؟ جان فریبان رو کردم، الان گیر نده، اعصاب ندارم. ای الان اعصاب نداری؟ این چیه بعد دو ساعت با خود برشته بردی؟ اونم داستان بذار برات بگم، این چی شده؟ این حساب قوز پره کشی محله. قوز قره کشی؟ آره همون. خب 200 میلیون برنده شده. 200 میلیون تومان؟ بله، اون وقت این بی وجدان حاضر نیستن یه ذره شو بده من پاو درست بکنم. اون وقت تو از کجا فهمیدی؟ نامه بانکش رو دیدم. عادل خان با جناق عزیزمون هم قشنگ در جریان بوده، یه کلام حرف نزده. چی داری میگی جان؟ گیرید عادل درسته؟ صاحب خونی کم چی؟ خوش آشنا داریم. خب رمزون خوبی؟ خانواده خوبه؟ ای سلام میرسونم، بد نیستم. سلام میرسونم، قربونت برم. رمزونه، ای رمزون. آقا دیشب خواب عمو خدا بیامرز دیدم، یه هوی دلم هواد کرد. به سوری گفتم با ما هرچی اصرار میکنی نه که نمیان، لااقل من پاشی بیری اونجا ایزداری پیشش. رمزون به جونت حسابی دلم هوای کوه کمرم کرده. فتی البته بدون پرویز. چی؟ فتی کوه کمر رو ول کن، از ایشون بپرس هستن جایی میرن نمیرن. رمزون جان عید با خانواده تشریف دارین بیایم خدمتتون؟ میگه آره. بابا ما با یه برادر زن آبا توی یه جوب نمیره، ولمون کن ولمون کن، بذار یه نفس راحتی بکش. به جون تو پارسلم که من چیزی بهش نگفتم، نه اینکه زورم بهش نمیرسید، زد تو گوش ما. اگه اراده میکردم تیک پارش میکردم، کوچکترین تیکش میشد گوشش، ولی فقط به خاطر گل روی تو هیچ نگفتم، کوتاه اومدم. نه زن نه، ولم کن، حالا میایم تو یه فرصت یه وقت زیاده، ولمون کن. خدا حافظ. اینم از این چی؟ حالا چه ناراحتی بابا؟ تو برادر زنش نمیشناسی؟ یک کده آه اینجوری ها چهار دایی توه، اشاره کنه تیک پارم میکنه. بعدشم مگه من به تو نگفتم این بیست میلیون رو به آقا نصرت نده؟ من به تو گفتم یا نگفتم؟ رفتی کار خودتو کردی، الان بکش تمام. من نمیدونم فتی، ما باید یه طرفی بریم. میریم مسافرت واقعی، منت هیچ کم نمیکشیم. خوبه؟ ای بابا جان چی داریم؟ این مسافرت واقعی چیه؟ اه ما که الان جایی نداریم بریم، با این 2000 پس انداز مامانم نهایتا بتونیم بریم یه مسافر خونه ای نمیدونم هتل بدون ستاره ای دو روز بمونیم، بقیه عیدو چیکار کنیم؟ میگیم هوا خراب بوده برگشتی. میگم بابا مگه میخوام بریم تو جنگل بمونیم؟ ما گفتیم میخوام بریم مسافرت خارج از کشور، اونجوری بعد بگیم چه میدونم هواپیما رو بوده شده ما با چتر پریدیم پایین. آقا من میگم که اصلا بمونیم تو خونه درم رو هیچ باز نکنیم، اینجوری فکر میکنه همه ما رفتیم مسافرت دیگه. اینم پیشنهاد خوبی ها سوری، شتو به فکر خود من نرسی. باریکلا آفرین به این بچه باهوش، آفرین. منم میرم با دوستم شمال. بی خود مگه حرف یکی دو روزه؟ مامان که بخوایم تو خونه بمونیم، ببین ما رو به چه روزی انداختی فتی. سوشیم بمونی بهتر هم هست دیگه، دغدغه آبادون کفتر هم نداری مغز این سنوبه. آی کلید دادم دست نصرت خانم که بیاد یه کفتره و گلدونا رو آبادونه بده. بابا اینکه کاری نداره، زنگ میزنی بهشون میگیم نه یا کلید داریم دست یکی از فامیلا سر بزنن. تموم شد. عادل جان مبارک باشه، تبریک میگم. سلامت باشی. مبارک باشین استاد. حساب من برنده شده، برای چی به عادل تبریک میگی؟
حساب قوره کشی برنده شده. جا داره همه اون به هم تبریک بگیم. قوره کشی؟ اون حساب من باز کردم، بعد گذاشتمش در اختیار صندوق، بد کردم شدم آدم بده. تو یه چیزی بگو آده. من چی بگم؟ من دخالت نکنم بهتره. چند دقیقه نیست پوزیشن به حسابت بیمن؟ البته آقا نصرت، شما که خاطر شریفتون باشه امضا دادید که هر گونه دخل و تصرفی از صندوق منوط به اجازه شوراست دیگه. شورا؟ اون نامه‌ای که گذاشتی زیر میزو بده. کدوم نامه؟ همون نامه بی‌معرفتی و نامردی. حالا میفهمم چرا انقدر مهربون شده بودین و اثر انگوش اثر انگوش میکردین. نگو برا حساب پست و قوره کشی حساب باز کرده بودین. چی میگی نصرت؟ پست چرا تو جاپوزی نیست؟ همیشه باید تو جاپوزی باشه. بده من چی کار میکنی شما نصر؟ صلاحیت اداره صندوق رو ندارید. داری دبه میکنی نصر؟ شما کجا رفتین یا؟ به رفیقت بگو عزیز نور دیده از دبه کسی ضرر ندیده. با اجازه. نصرت خدا حافظ. نصرت این کجا رفت؟ پوز رو برای چی با خودش برد؟ یه دقیقه تنهاتون گذاشتم معلومه چی کار کردین؟ دیدینش؟ همچی که فهمید حساب برنده شده گذاشت رفت. انگار نه انگار که این حساب پولش مال هم است. نه اینکه آقایون داشتن در جهت منافع عمومی حرکت میکردن. مگه کشکه؟ مگه دست اونه؟ امضا داده. آبرمون رفت. جهانگیر چی شد؟ هیچی. او قاطی کرد، منم قاطی کردم، گفتم برو هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. قاطی کرد که کرد. تا حالا همه ترسمون این بود که نصرت از نامه بانک چیزی نفهمه. حالا که همه چی دستگیر شد، بذار بده اونجا که نادر رفت جهانگیرم. عباس آقا شانس آوردیم پول بهش ندادیم. من با عزتون برم بیمارستان رو تصفیه کنم. بله دیگه بایدم بریم بیمارستان. خرتون از پول گذشت دیگه، بی خیال شورا و وکالتنامه و حقوق همسایه‌ها شدی. شما بفرمایید مشرف. عباس آقا شما اعصابت خورده. با اجازه. به این پول دادی؟ به جز خونواده سوری خانوم که مجبور بودند عید و به سفر برن، بقیه به خاطر تعیین تکلیف 20 میلیون سفر خودشون رو لغو کرده بودن. نصرت! فهیمه! امیرعلی! آقا جون! آقا جون! نصرت! نصرت بیان! داوود بیان! بیان! ماش توی دستگاه پوز گرفتی، دست چی شده؟ نگفتم ما با این پوز میتونیم پوز بدیم؟ بازمون برنده شده تو بانک. بردیم. آقا جون چی بردیم؟ سکه یخچال چی بردیم؟ نه بابا برنده شدیم. بیای. چی میگی نصرت؟ بیا نصرت. نصرت 200 میلیون برنده شدیم. بابا علیک نگو. چی؟ علیکی چیه بابا برنده شدیم؟ 200 میلیون ریال؟ نه 200 میلیون تومن نصرت. نصرت بگو جون نصرت. من جون نصرت رو برای 1000 میلیاردم نمیخورم. برنده شدیم نصرت. برنده شدیم. برنده شدیم. خدایا گوش کن، امشب شام همه تو مهمون من. بیا بابا اینو بده مامان. بالاخره این همه من زحمت کشیدم. شکر خدایا. خدایا شکر. جایزه حق همه ما. خبر 200 میلیون پول همه رو به تب و تاب انداخته بود. 200 میلیونی که میتونه زندگی هر کسی رو از این رو به اون رو کنه. همه هم روش ادعا داشتن. سلام. ببین نصرت خانم، این پول باید بین همه ما تقسیم بشه. راست میگه، به خود من طلامو فروختم. مام احتیاجی.
200 میلیون پول چیزی بود که همه میخواستن یه نسبتی باهاش برقرار کنن. خوبه. من تو رو چیکار دارم؟ بالا چی شد؟ بالایی پایین نمیاد از حرفا. خب یعنی چی؟ پس تکلیف ما چی میشه نصرت خانم؟ با اینو دیگه کجا دلم بذاره؟ نصرت خانم جون نمیخوای یه کاری کنی؟ چیکار کنم قربونت برم؟ چیکار کنم؟ برو با آقای بالایی صحبت کن بلکه تونستی راضیش کنی. چی بگم بهش؟ برو بگو تمام آدمایی که اینجا وایسادن اگه جریگ جریگ اون کارتو نمیکشیدن جناب عالی الان پوز نبرده بود. مرجان دخترم این حرفا چیه میزنی؟ حکایت مانند یک بقالی می باشد. بقالی یک پوزه با یه عالمه مشتری پوزکش. حالا گذشته از تشریک مسایی اگر پوز بقالی برنده شد آیا مشتری ها باید مدعی باشند؟ این از اون حرف هست آقا عوضا. شما اینجا آدم سوپری می بینی؟ قره کشه محله است. خانوما خانوما اجازه بدید اجازه بدید. بالاخره آقایون به یه توافقی می رسن. خب اگه نرسن چی؟ میرسن. از اولش هم زنونه بوده. درست میگم؟ گلچی خانم راست میگه. از همون اول سپردن امورات قرعه کشی دست آقایون کار اشتباهی بود. درسته؟ نباید میپذیرفتیم. همینجور برای خودت حرف نزن. این آشی بود که شما عباس آقا برای ما پختید. بله. بس میگه. اصلا چه ربطی به من عباس آقا داره؟ ببخشید. معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام. دور از جون آقا نصرت. همچی میگه به عباس آقا ربطی نداره. اگه به عباس آقا بود که الان نشسته بود بالا سر این 200 میلیون همچی بعدش نمیاد معامله ام بکنه. مداد که مداده از مغزش استفاده میکنه. من نمیدونم شما چرا دارین آکمن نگه میدارین این مغز رو. حرفتون رو نمیفهمم. آقا نصرت ما قصد بی احترامی به همون نداریم که. ما اگه چیزی هم داریم میگیم از طرف همه است. وگرنه ما سنگ خودمون رو به سینه نمیزنیم که برادر من. بله سنگ برداشتین دارین میکوبین تو سر من. من میگم حرفتون چیه؟ بذار من روشنت کنم آقا نصرت. این آقا رضا اگه میگه ما سنگ خودمونو به سینه نمیزنیم منظورش اینه که ما این پولو برای خودمون نمیخوایم. ایشون یه پیشنهاد دارن که پیشنهاد همه ماست. بگو آقا رضا پیشنهاد تو. ببین آقا نصرت. من میگم اگه بخوایم این 200 میلیون رو بین 50 نفر تقسیم کنیم چیز دندونگیری گیری کسی نمیاد. بهترین کار اینه که این پولو بذاریم توی صندوق بین اعضای قرعه کشی به نوبت وام کوتاه مدت بدیم. اینطوری گره ای از مشکلات این بنده خدا هم حل میشه. شما خجالت نمیکشین؟ نشستین بر رو بر تو چشای من نگاه میکنین بعد راجع به حسابی که متعلق به من تصمیم میگیرین؟ بازم میگه حساب من حساب ساعت من. بار دیگه هم میگم حساب من. آقا اصلا شما میفهمی ما چی میگیم؟ نه شما میفهمی من چی میگم. نه شما میفهمی. نه شما میفهمی من چی میگم. نه شما میفهمی من چی میگم. شما خوبی. اجازه بدین آرزا شما میفهمی ایشون میفهمه همه میفهمه آدمای فهمیده هستین. بذارین گفتگو ادامه پیدا کنه. نوبت شماست ولی شما بفرمایید آقای بالایی. یه جوری حرف میزنه میگه نمیفهمی نمیفهمی انگار داره تو ادبیاتش از 10 تا صنعت ادبی استفاده میکنه. استعاره و ایهام و تشبیه همش داری کنایه میزنی. چه کنایه ای؟ فکر کردی با یه دستخط میتونی صاحب حساب من بشی؟ ببین آقا نصرت ما هم چی فکری نکردیم. بانک قانون خودشو داره درست ولی اون کاغذی که اونزی شما زیرشو امضا کردی انگوش زدی پاش مستقیم اشاره میکنه به صندوق قرعه کشی و از نظر ما و تک تک همسایه ها وجاهت قانونی هم داره. اینو یادت باشه برادر. آقا بالا اصلا اینا همه به کنار. وجدان چی میگه؟ آقا وجدان یه آدم چجوری اجازه میده پولی که متعلق به همه است بگه فقط مال منه؟ اتفاقا این بار به ندای وجدانم گوش کردم که میگم حق نداری رو حسابی که متعلق به من حساب باز کنید. پس این حرف آخرت آقا نصرت. حرف اول و آخرم عباس آقا. این حساب متعلق به من خودم هم میدونم چجوری راجبش تصمیم بگیرم. راست میگی آقا. حق داره حرف حساب میزنه. پول خودش هر جور دلش بخواد خرجش میکنه. تو چیکاره این وسط که موافقی؟ چی رضا جون؟ حرف حق تلخه. میشه تو حرف نزنی جوانگی؟ آقا جان ببین میبینی آقا بالایی. من دارم میشه تو حرف نزنی؟ مرد حسابی من دارم پشت تو وای میسم. من تو ترافیک هم نمیذارم تو پشت من وایسی. اگه تو حرف نزده بودی ما خودمون با هم صحبت کرده بودیم تا حالا این مشکل رو حل کرده بودیم رفته بود به یه کارش. نمیذاری که. چه مشکلی عباس آقا؟ چه مشکلی؟ الان اتفاقا به جای اون بیرونی ها مشکل من با شما هاست.
دست شما درد نکنه آقا. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. نه دست شما درد نکنه. نه دست شما درد نکنه. آقایون اجازه بدین دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. دست همه درد نکنه. زحمت کشیدین، خسته نباشین، تا اینجا موضوع رو آوردین. اجازه بدین با گفتگو خیلی راحت حل بشه، بره پیکارش. آقا بالا جان بفرمایید. فکر کردید آقا نصرت بالایی بابوئه که با یه امضا و اثر انگشت صاحب حسابش بشین؟ نه آقا نصرت، ما همچین فکری نکردیم. جسارت به شما هم نشه. اصلا مشکل ما شما نیستی. این مبلغ 2500 که نیست، 200 میلیون تومنه. هر کسی تو این موقعیت قرار بگیره وسوسه برش میداره، هوس برانگیزه، اصلا شیطون میره تو جلدش. شما نگران نباش، من هیچ وقت شیطون به جلدم نمیره. الانم آقا شب عیدی بلند شید برید رد کارتون، ما به زندگیمون برسیم. بفرمایید. بفرمایید. باشه آقا نصرت، ما میریم، ولی شما بدون این پول خوردن نداره. پول خودمه، میدونم چجوری بخورمش. من برای تو متاسفم آقا رضا که عقلتو دادی دست این جماعت. اتفاقا اشتباهی شد آقا رضا. آقا رضا وکیل همه ماست، حرفش هم حرف همه ماست. پس برای همه تو متاسفم. ما برای شما متاسفم. نه من برای شما متاسفم. ما برای شما. من برای شما متاسفم. آقایون اجازه بدین، شما متاسفی خیلی خوبه، ایشون متاسفه همینطور، ایشون متاسفه، بنده متاسفم. اصلا در عالم همسایگی ما وظیفمونه که متاسفم. چی داری میگی جهانگیر؟ متاسفم، متاسفی، متاسفم. آقا نصرت بالایی که اون بالا نشستی، حق داری، خودت گیر نیستی، از گیر گور این جماعت هم خبر نداری. من اگه الان حرفی زدم یا حرفی میزنم، داوطلب از طرف این جماعت که از حقشون دفاع کنم. و اگر نگه به خودم باشه که من خیلی از این قرعه کشی ندیدم، تصمیمم گرفتم یه جایگزین پیدا کنید، پول منو بدید، من برم رد کارم. ما رو به خیر و شما رو به سلامت. به سلامت. کجا رسیدم؟ به سلامت. شما حرف نزن. چی شد؟ را بیافرین. کجا بریم؟ کجا بریم؟ بله. بمونیم اینجا چیکار کنیم؟ این آقا نصرت مثل اینکه مرغش یه پا داره، حرف حرف خودشه. به جای اینکه با طلبکارشیم بدهکارم شدیم با آقا، همه چیز انداخت گردن ما. رضا جان وای میسیم تکلیف پولمون معلوم شه. کدوم پول؟ هی پول پول میکنی. کدوم پول؟ خوب شد، خیلی خوب شد داوود، عالی شد. الان دو نفر رفتن، دو نفرم کم بشه خودش خوبه، میمونه 48 نفر، اونم حل میشه، درست میشه. آقا به نظرم خیلی جلسه خوبی بود، پربار بود، همه هم راضی رفتن از جلسه بیرون. خسته نباشی، دست شما درد نکنه. بریم داوود جان، بریم. با اجازه. باشه. این 200 میلیونی که برنده شدیم سهم همه ما. الو. شما ای ملی خانم، چرا با موبایل خودت زنگ نزدی؟ چی؟ پسرت موبایل بیتر بیاد. برای چی باید موبایل مادرش رو چک کنه؟ موبایلش رو گرفته؟ شما موبایلت نمیدادی بهش. ای بابا، این بالایی پایین نمیاد چون میخواد پول ما رو بالا بکشه. من دیگه از این لحظه کاری به کار این صندوق ندارم. خانوم من تو این صندوق عضوه، ما میخوایم پولمون رو بگیریم بریم پی کارمون. بیا بریم خانوم. بله اینجوری خیلی بهتره، ما همه پولمون رو از صندوق میکشیم بیرون. بریم خانوم. آقایون لطفا تشریف ببرین، آقا نصرت رو با دستگاه پستشون راحت بزنین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. عیدتون مبارک. بفرمایید. عیدتون مبارک. عید همتون مبارک. بفرمایید. بله سالی که نکوس از بهارش بگیرم. نفوس بعد نسن خانم. میگه نصرت خانم جون، ماشاءالله خودت داری سال نو رو خوب شروع می‌کنی، دیگه به ما بدبخت بیچاره ها چیکار داری؟ شکری نکن عزیزم، خدای دست گل بداره. خدافظ. عیدتون مبارک باشه. خدافظ. عافیت باشه. نصرت خانم شما باهاش صحبت کنین، شاید حرف شما رو گوش کنه. خدا نگهدار. سال خوبی داشته باشی، ما باهاش صحبت. خدافظ نصرت جون. گفتیم صحنمون رو می‌گیریم، دست و بالمون باز میشه، می‌زنیم به زخم زنده. ماشین نو مبارک بهتون خانم. دنده اتومات. خدافظ. متالی. همالی خانم راستو پوسکنده بهش میگفتی ما عقد کردیم. بله، اون غلط می‌کرد مخالفت کنه. نه ملی خانم، ببین من قصه توهین ندارم، ولی ما زن و شوهر قانونی هستیم. اصلا من میخوام شما به این کارو کار نشته باش. من میرم دنبال خونه میگردم، میخوام ببینم کی میخواد مانع ما بشه. ببخشید ناسلامتی سال تحویل من و شما ملی خانم کنار هم دیگه نیستیم. آره به جان ملی خانم،
کاش میشد یه دو ساعت شما خواهرتو بپیچونی بیای لحظه سال تحویل لاغل کنار هم باشیم. منم دلم یه لحظه گوشی پشخطی دارم پشخطی دارم گوشی ولش کن شماره توی بعدم بهش زنگ میزنم. پسرته اصلا حواسم نبود با من چیکار داره ملی خانم؟ به حالا من تماس میگیرم باش. باشه ملی خانم، من الان میرم سر وقت پسرم. شما نگران هیچی نباش، نگران پول، نگران هیچی نباش. من ترتیب همه کارا رو میدم، بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. نصرت بابا، بابا، بابا قربانت بابا، برد افتخار میکنم بابا. ممنونم بابا. آفرین بابا، خوب جوابشون رو دادی بابا. آره بابا جان، باید ادب میشدن. تا پای پول اومد وسط همه اعتمادشون از دست دادن. عجب جماعتی هم اینو. نلش کن بابا، حرف پول رو نزن. پول چرک کف دست بابا. بله. جیفه دنیاست، با این فقط میشه عذاب دوزخ رو خرید. باریکلا، باریکلا. کاش آقا جون اینا رو بهشون گفته بودی. نلش کن بابا، نصرت اومدم با تشریک مسایی کنم بابا. جانم بابا. وقت داری؟ بله بله، بفرمایید. بابا میگم حالا که دست و بالت باز شده داری یه خورده پول به من بدی بابا. بابا جیفه دنیا میخوای، عذاب آخرت میخوای بابا؟ بابا من که غیر از تو فرزندی ندارم، امیدی ندارم، ممر درآمدی ندارم بابا. اون پول مال همه است بابا جان، چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ چطور؟ تا الان حساب تو بود، شد حالا پول همه؟ شما گوشی تو جواب بده بعد با هم حرف میزنی. من باید حرف میزنم دیگه، اینو بعدا جواب میدم. بله بابا جان، اون پول مال همه است. من که گفتم اگه چیزی بهشون گفتم میخواستم ادبشون کنم، وگرنه با این پول میشه فکرای بزرگ کرد. فکرای بزرگ، فکرای بزرگ. من باباتم و تو رو بزرگت کردم، فکر کردی بچه‌ام؟ بگو نمیخوام بدم دیگه. بی تربیت. با منی آقا جون؟ بله با تو هم. دست شما درد نکنه نصرت، انقدر که من وقت صرف تو کردم، پای بوته شلغم کرده بودم الان آلوه را میداد. هیچ کس درکم نمی کرد، حتی بابام. بابا شلغم دمه ایت، حالا همه رفتن سر خونه زندگیشون. بشین رو تا اینجا باید بشین اینجا. چه برزی مادر میفتیم. وایسی که بابا عوض، بابا عوض، شما برین تو، شما برین تو. امیرعلی رو بردار، میفته الان با محض. نصرت، امیرعلی، نصرت، یک، دو، سه، نصرت. بابا عوض کجا رفت؟ چه میدونم کجا رفت؟ یعنی چی چه میدونم؟ لابا تو یه چی بهش گفتی ناراحتش کردی اونم رفته. چی گفتم من؟ تو بابامو نمیشناسی؟ گم فقط نصرت میدونست که من به تنها خوری عادت ندارم و چی تو سرمه. منتها باید تا بعد تعطیلات صبر میکردم. مبارکتون باشه جناب بالایی، حواله به مبلغ 2 میلیارد ریال. در ضمن یک مراسم ویژن براتون در نظر گرفته که بعد از تعطیلات نوروز حتما باتون تماس میگیره. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی من این ببخشید، این یه صفرش کم نیست؟ نه درسته، ولی این انگار ویرگوله ها. نه ویرگول نیست،
فکر میکنم حشره روش بیادبی کرده باشه. این اگه مگس روش بیادبی کنه که باید یه صفرش بیشتر. بله بله، هر چی شما بفرمایید. دستتون درد نکنه. ممنونم. این بسه وام ما چی میشه؟ کی آماده میشه؟ اونم آماده بشه میگم باتون تماس بگیرم. بله ممنونم. چون میخوام شرکت رو راه بندازیم گفتیم بله. فصل رو از دست ندیم. هیچ مشکلی نیست. دست روی خوب چیزی گذاشین جناب بالای. تولید خوراک دام و توی رو ارگانیک هم صرفه اقتصادی داره، هم به سلامتی مردم کمک میکنه. هر چی خدا بخواد دیگه. بله ببخشید آقای رئیس، ما می‌خواستیم یه حساب جدیدم برای این شرکت تازه تأسیسمون افتتاح کنه. مشکلی نیست. میگم جناب نظری باتون همکاری بکنه. جناب نظری تشریف بیارین. ببخشید یه لحظه. می‌خواستیم که این حساب از همین حساب خودمون باشه. خب چرا حساب جدید باز نمی‌کنی؟ نه چون این حساب و پوز برای ما شانس داشته. ما می‌خوام از همین باشه. دستتون درد نکنه. سلام علیکم. شما خبر نداری پاداش شب عید بازنشسته رو ریختن یا نه؟ نه من شما جزو خبر ندارم. جزو اون 1,000,000 تا دیروز که نریخته بودم. ببخشید اینجا جای کسیه شما نشستی. الان میای زابرا میشه. ما پیرمردا زیاد جا نمیگیریم. مهربون میشینیم. شطرنج بازی میکنیم؟ زنمه. بله آقا. میگم زنمه، کسی که داره میاد زنمه. آه پس من مزاحم تو نمیشم. سلام علیکم ملیه خانم جان. سلام آقا عباس، چطوری؟ خوبی؟ والا خوبم اگه این پسرت بذاره. چقدر بی‌تربیته ملیه خانم. وا آقا عباس، حالا بعد رو مادرش غیرت داره دیگه تا این حد ملیه خانم. حالا خدا رو شکن که هنون نفهمیده ما عقد کردیم. وگرنه چی ملی خانم جان؟ ایچی درست میشه. ولی پیامک ها چیز دیگه ای میگه ها. آخه کارد سلاخی هم شد پیامک. بابا اون یه هاردون فورتی میکنه. یه کارد سلاخی بسته به کمرش واس خود چیزی میگه دیگه. کارد سلاخی میبنده پرشو. ملی خانم جان، شما چرا در این مورد چی به من نگفته بودی؟ وا آقا عوض، شما راجب خصوصیات خودم پرسیدین که من همه رو راست و درست گفتم. ماشاءالله انقدر هول شده بودی که دیگه راجب سیامک چیزی از من نپرسیدی. آقا ملیه خانم جان، کارد سلاخی چیزی نیست که آدم بتونه نادیده بگیره. دوره این حرفا تموم شده. اگه از اون نظر میگی خب چی کار کنی؟ جز به ابزار کارشه دیگه. خورسند زنده باشه. باشه شما بیا بقل پرواری باشه. بیا بقل شل کن خورسند زنده پرواری به شرط چنگه بونه ببن. سیامک پسر ملیح خانوم تو کار گوسفند زنده بود. بعضی ها به خاطر نسبت خونی با هم برادرن، بعضی ها هم به خاطر شیر. من و سیامک بی خبر از همه جا با یه امضا داداش هم شده بودیم، بدون اینکه کسی رضایت هر دومونو بخواد. امضایی که آقا جون و مامان ملیح پای عقد نامه انداخته بودن و ما هیچ کدوممون ازش خبر نداشتیم. نزن دارم میکشم میارم. اون چی شد؟ نه مادر قربونت برم. خوش دهن میاد. خیلی خوب مادر جون، این تو ببر قربونت برم. بودا اون سیر ترشی رو هم وردا ببر بذار سر سفره. بابات اگه سیر ترشی نباشه آبرو حیثیتمون رو میبره. با سبزی پلو دوست داره. وایسا ببینم، به داوود بگو
جلو بابا عوض از قره کشی و چه میدونم جایزه و پست صحبت نکنه. نبود چیکار داره اون حرف بزنه بیچاره. خیلی حالا گفتم که نصرت چی شدی بری یخ کرد ها؟ چی گفت؟ نه چی بابا هیچی نمیاد. یعنی چی نمیاد؟ یعنی همین دیگه. برو از دومادت بپرسی یه ساعت اونجا نشستم التماسش کردم دستشو بوسیدم پاشو بوسیدم هر چی میگم انگار نه انگار. خوبش میگفتی دوست داریم شب عیدی همه دوره هم باشیم. سبزی پلو با ماهی درست کردم سیر ترشی گذاشتم. فکر کرده خودش نمیدونه شب عیده نمیدونه سبزی پلو هست. میگم نمیاد دیگه لج عوضی کرده. بابامو میشناسه. ای بابا الان تنها کسی که میتونه بیارتش امیرعلیه. این هم تعدیگ مامونی من همه غذاش تعدیگ آخر غذا تعدیگ دیگه تعدیگ دیگه سر دیگه که نیستش. صد بار بهت گفتم این پلو پز بگیر دمروش کن که تعه غذا بیاد سر غذا اول بیاد. نه آخه این تعدیگش چسبیده بود دمکن گذاشتم روش کمی خیس بخور. تعدیگ قابلمه‌ایش بهتره. نصرت بچه همه سیر ترشی رو گذاشتی جلو خودت بابا عوض. بیا بابا جون بیا بفهم تای ترشی رو نگه داشتی میگی بذار جلوی بابات همش گذاشتی جلوی شوهرت. دوت برچی اینو گذاشتی اینجا بذار جلوی بابا عوض. بابا عوض اینها تو هم لنگه مادرتی ترشی رو میذاری جلوی شوهرت. منم که عذبم و یالغوز آدم عذب و یالغوزم باید تحمل کنه دیگه. یالغوز یعنی چی؟ یعنی بیزن یعنی عذب یعنی من و تو. فقط سر من و شما بیکلا مونده. قربونت دلم من مادر برای تو که خیلی زوده ولی بابا عوضی خبرایی هست. چونه من چیه؟ چونه؟ چه خبریه؟ آدم مگه برای یک کاسه سیرترشی میره زن میگیره؟ بفرما باجو اینم دبش. هر کسی برای ازدواج دلایل خاص خودش داره. بله شما هم که دلیلت مشخصه اومدی وارد زندگی ما شدی که سونامی با خودت. بابا عوض اگه تا حالا زن نگرفته به خاطر این که با تنهاش نذاشتیم دورش بودیم نذاشتیم آب تو دلش تکون بخوره. اصلا بابا هر کاری بخواد بکنه خودش میکنه منم نوکرش رو میکنم. این حرفا نیست که بگه قصه عزیز جون 10,000 بار نگفته براتون. همه نشسته بودن تو خونه یهو دیدن بابا عوض یالا یالا دست یه خانومی دستش اومده تو. این کیه؟ زنمه. بابا چیه بابا جان خلاف شهر که نکرده خب زن گرفته اومده خونه. بابا عوض این سیر ترشی همسه نمیرعلیه. بخور خوش باش. زندگی همه سیر و ترشی نیست. آدم از یه وقتایی دیگه بزرگ نمیشه پیر میشه خسته نمیشه میبره تکراری نمیشه زیادی میشه. خدا هیچ کدومتونو به دردی که من گرفتارشم دچار نکنه. اونم تنهاییه. خدا به سفرت برکت بده بابا. نمیخوایم پیاده شیم. بچه هم از که کسی نیست میتونیم پیاده شیم. من میگم چیز ریسکه بابا. بابا حالا چرا اومدیم دو سده کوچه پایین تر نگه داشتیم؟ یعنی معلوم نیست بابا اومدیم اینجا خب همسایه ها ما رو نبیدن دیگه. میدونی چند تا پله باید بریم بالا فتی؟ بریم کسی نیست. بیا پایین. من تکرار میکنم بیا پایین. تکرار میکنم ریسک با ریسک پیاده شو پیاده شو بابا. یواش باز کنین در رو. یواش باز پیاده شو در صندوقو بزن در صندوق. چه خبره تو آقا؟ ببخشید آقا ببخشید.
خبرت آقا؟ من معذرت میخوام. خدا به تو چه کارت نکنه فتی. ببین ما رو به چه روزی انداختی؟ آقا دودا کسی نیومده بیان کرایه ما رو بده تا بریم آقا. چقدر میشه؟ 45,000. یواش بابا مردم خوابیده. 45,000 من قد داد و فریاد نداری که. من شما هم تخفیف دادم آقا. خیلی خوب بیا. برو. برو به سلامت. چیه سر صدایی رو در میاری یواش؟ بابا جان موبایل من سایلنتش کنم. او بگو اینو بلندش کنه. چرا خودت بهش نمیگی؟ بلند کن دیگه مامان. مامان جان مگه مسابقات وزنه برداری من اینو بلندش کنم؟ اگه اینجوری بود که من میرفتم اردو مثل موقع رفتنیه بلندش کن مامان. مامان جان موقع هیچی تو این ساکه نبودش، الان سوغاتی خریدیم نمیتونم بلندش کنم. بودو بودو مامان کمکش کنی که تو این برای چی بکی؟ بودو 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 بچه ها یواش برین تو برو برو خدا شکرت. وای خدا چرا خورو شن کن باشه باشه. آی مردم خسته بیا کتو بلوخ دادم. مامان ایساکو باکو وسایل در می خراب نشن نکنه. واقعا هیچ جا مثل خونه خدا آدم نمیشه. بابا همچی میگه انگاش سند شیشتونگی خونه رو زیر بغلمونه. دیدی چی دیدم ماما جان؟ یادم اون رو برای هفتی سماخ بخریم. بالا میرم میخرمش. کجا داری میری بابا؟ این دیونه شده میبینه آبرو حیثیت اون میره. اه بعدش هم حالی یه سیمبالا پای ایرادی نداره که. چی میگی فتی؟ سوری جان من تو سفره سنوبر میذارم خوبه؟ آخه بابای من کی سر سفره هفتین کفتر میذاره که ما بذاریم؟ کفتر، ماهی، پرنده، مارم که نیشت زده. امسال چه سالی بشه فتی؟ گوشتار رو بذار تو یخچال. بابا جان سنوبر با ساده، ما سین بعد بذاریم سر سفره. میخوای سویچ منو بذاری؟ آخه تو برشی کشکی کشکی همیشه حرف میزنی. هر سین سفره هفت سین یه فلسفه واسه خودش داره بابا. بله، سنوبر فلسفه‌اش پروازه، پریدنه، اوج گرفتنه، دیوانه. سویت فلسفه چیه؟ سویچ هم بابا حرکت، استارت، حرکت، رو به جلو، تو پیچ، همه چی میشه؟ بده من سویچ، بده من. آقا فتی، آقا فتی، آقا فتی، آقا فتی. چراغ برای چی روشن گذاشتی؟ چراغ برای چی روشن گذاشتی؟ بعدش میگی تو بابا برقی هستی؟ بابا چه خب همسایه شک میکنن. راست میگی شک میکنن. پاش خاموشش کن. نه 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 داره بدتر شک میکنه خاموش روشن بشه. تو سو آقا فتی